سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستین روزنامه های رژیم امروز شنبه پنج آبان مهمترین تیترها و مطالب خودشونو به دعوای باندا سر به اصطلاح هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مسلحت آخوندا اختصاص دادن که پشت این دعوا در واقع کشمکه سر رد یا تصویب لوایح چارگانه FATF هستش وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی و سوز و گداز از اخراج دیپلمات تروریست رژیم از فرانسه ادامه بازداشت دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم توی بلژیک و همینطور دعوا سر وزرای پیشنهادی روحانی از مطالب دیگه روزنامه امروزه امروز حالا با هم نگاهی داشته باشیم به بعضی از تیترهای مربوط به بحران های مختلف رژیم آفتابه است محمد مهاجری ما اصولگراها ها فشل شده ایم سایه رئیس اتحادیه نانهای فانتزی خبر داد افزایش 150 درصدی قیمت مواد اولیه نان افزایش 25 درصدی حقوق در سال 98 شاید کار و کارگر معیشت دهک های پایین جامعه در معرض تهدید قرار دارد کارون وزارت راه و شهرسازی مسکن از سال گذشته تا کنون 83 درصد گران شد رکورد تورم شکسته شد کماکان سوزوگداز از وضعیت دیپلمات های رژیم توی روزنامه های هر دو باند حاکم دیده میشه تو همین رابطه کیهان خامنه‌ای تیت زده نمایندگان مجلس خواستار شدند اقدام متقابل با دیپلمات های آلمان کمترین واکنش با به بازداشت اسدی است بعد از این حرف مسخره از جمله نوشته که باید بررسی شود که چگونه کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم مانند آلمان از مجاهدین حمایت می کنند و کمک های مالی و امنیتی به آنها ارائه می دهند. روزنامه ایران هم ارگان دولت روحانی خبر اخراج یه عضو سفارت رژیم توی فرانسه توسط وزارت خارجه فرانسه رو اعلام کرد و اضافه کرده چندی پیش بود که وزارت خارجه فرانسه ایران را به بمبگذاری در همایش مجاهدین متهم کرد. آرمانم ضمن تکرار خبر خبرگزاری رویتر در مورد اخراج دیپلمات تروریست رژیم از فرانسه اینطور نوشته وزارت امور خارجه فرانسه روز دوم اکتبر با متهم کردن وزارت اطلاعات ایران به قرار داشتن پشت ماجرا بمبگذاری در همایش مجاهدین دارایی های متعلق به وزارت اطلاعات ایران در فرانسه و دو طبعه ایرانی را به این بهانه مسدود کرد اما ابراز نگرانی از پیامد بحران های اجتماعی اقتصادی توی روزنامه های هر دو حاکم دیده میشه روزنامه آرمان به نقل از علی ربی وزیر سابق کار و سردشقیم اسبق وزارت بدنام اطلاعات اینجوری نوشته برای دوره‌ای که در آن به سر میبریم تعبیری دارم که میگویم دوره سرباز کردن بحران های متعدد اجتماعی و اقتصادی شهست ساله جامعه ایران است ربیعی با اشاره به پیشبینی مهاجرت 20 میلیون نفر از روسته ها به خاطر بحران آب اینطور میگه این موضوع میتواند انسجام جامعه را مورد تهدید قرار بدهد روزنامه ایران هم اینجوری نوشته روحانی از کاهش اعتماد عمومی احساس خطر می کنه. روزنامه ابتکار هم رو در روی ادعای مرکز آمار رژیم که مدعی شده فشار تورم بیشتر روی طبقات بالاست نوشته سه تا چهار دهک اول و به نوعی قشر ضعیف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگی است به عبارت دیگر با درآمدشان حداقل سطح معیشیتی را میتوانند تامین کنند آنها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسیاری از آنها هم زیر خط فقر قرار دارند در چنین شرایطی حتی یک درصد تورم برای این قشر به معنی فشار شدید و حرکت به سوی مشکلات معیشتی است که منجر به مرگ و بیماری می شود. نکته دوم این است که باید دقت داشته باشیم که قشر مرفه حتی اگر سی درصد تورم را تجربه کنند با آنها فشاری وارد نمی شود. و روزنامه جهان صنعت هم اینطور نوشته. تلاش نافرجام دولت برای تحقق وعده های اقتصادیش در طول یک سال گذشته موزلات و چالش های اقتصاد ایران را که ریشه در مسائل ساختاری دارند بیشتر و آسیب پذیر دولت را در مواجهه با تکانه های اقتصادی بیشتر کرده است خب دوستان عزیز به پایان مرور خودمون از روزنامه حکومتی رسیدیم ممنون از همه شما که با ما همراه بودید